من عشق میبینم با یه عالم درد و قصه. خونوادت دارن دوره یه تابوت گریه میکنن. تو این خونه چه غلطی میکنی؟ اون مرده بابا. ایگناسیا گونزالا رو کشته. چی گفتی؟ به نظر من یه روح جنایتکار تو وجود هممونه. وقتی صدای تیراندازی رو شنیدم کجا بودم؟ گونزالو مرده. من کاملا مطمئنم کار خاویر بوده. وقتی به گونزالو شلیک کردن کجا بودی؟ اگه بگم من کسی بودم که ماشه رو کشیده، حرفم رو باور میکنی؟ ببینم چی شده. میخوام به هم بگی تو چرا رابطه‌ای با خانم ایوا داری؟ دیشب تو مهمونی دیدم با هم بودین و خیلی خوب میدونم دارین یه چیزی رو قایم میکنی. بهتره همین الان قبل از اینکه اوضاع بدتر بشه همه چی رو به هم بگی. فهمیدی؟ ببین ربکا، راستش نمیدونم از چی حرف میزنی. خیلی خوبم میدونی راجع به چی حرف میزنم. میدونی چرا؟ چون دیشب حضورت روش تأثیر گذاشت و خانم ایوا رو ناراحت کرد. منظورم اینه که تا جایی که من خبر دارم شما دو تا همدیگر رو نمیشناسین. تمام شب و داشت بهت نگاه میکرد. چند دفعه ای هم که اومد پیشت حتی در گوشی چیزایی به هم گفتین و فکر میکردین کسی نگاهتون نمیکنه، ولی اشتباه میکردین. من داشتم نگاهتون میکردم. ببین ربکا. نه، گوش کن ببین چی میگم. نمیدونم از کجا اومدی و رناتو کنده چطوری استخدامت کرده، ولی این کارش دلیل داشته و اونم اینه که به خاویر نزدیک بشی و کاری کنی که هر جور جنایتی رو انجام بده. تو واقعا کی هستی ماتیاس؟ تو و خانم ایوا چه رابطه‌ای با هم داری؟ فهمیدین که اونو رو دیوار نوشته؟ واسه چی به بابا میگن قاتل؟ دیگو خواهش میکنم، هیچ کس بابا رو قاتل صدا نمیکنه، احمق نشو. واقعا؟ خب پس با کی بوده؟ من؟ معلومه که منظورشون بابا بوده. شاید اشتباه کرده باشن. آره البته، فقط واسه شوخی دزدکی اومدن تو خونه و اونو نوشتن. بابام هیچ کار بدی انجام نداده. اگه همینجور یه ریز مزخرف بگی من میدونم و تو، چون بابام هیچ وقت کار بدی نمیکنه. بابای من کار بدی انجام نمیده، هیچ وقت. ببینم، به خاطر همین مامان دیشب قرص خورد؟ آره، چون اونم میدونست اونو واسه بابا نوشتن. آها را عزیزم. من خانم ایوا رو قبلا نمیشناختم. رناتو تو رو واسه یه کار خیلی مهمی استخدام کرده. اون وقت تو با زنش رابطه پنهونی داری. وقتی بهش بگم اصلا از این موضوع خوشش نمیاد. تو خودتو قاطی این مسئله نکن. رابطه من با رناتو هیچ دلیل دیگه‌ای نداره. لازم نیست بیشتر از این برات توضیح بدم. اگه اومدی اینجا که به اعتمادمون خیانت کنی باید بهت بگم که من نمیخوام به کسی خیانت کنم. فقط میخوام مطمئن بشم خاویر تو تله‌ای که واسش گذاشتیم میفته. نگران باقیش نباش. فهمیدی؟ ها، راستی یه چیز دیگه. این کارگا بازیایی که در میاری باعث نمیشه که من از پیشنهادم برای خوردن یه نوشیدنی با هم صرف نظر کنم. فقط کافیه روزشو مشخص کنیم. چند دقیقه پیش از بیمارستان زنگ زدن.
گفتن حالش خوب نیست. آره میدونم ایوا، من اصلا نمیدونم چی کار باید بکنم. میدونم حساب همه چیو میکنی که این اتفاق دوباره تکرار نشه. باید محافظ شخصی استخدام کنیم، جلوی همه پنجره‌ها رو میله میکشیم، دیوارای بلندتری درست کنیم، حتی اگه لازم باشه خودمون رو واسه همیشه اینجا زندونی کنیم، این کارو میکنیم. یکی از خودمون این کارو کرده ایوا. چی کار میخوای بکنی؟ تو راه رو تله بذاری؟ یا اینکه جلوی در اتاقا یه نگهبان بذاری؟ نه نه، این حقیقت نداره ایوا. به نظر من بهترین کار اینه که به خانواده گونزالو زنگ بزنیم و بهشون بگیم تو چه وضعیتی قرار داره. میتونی ترتیبشو بدی؟ یعنی اون هیچ خانواده ای نداره؟ نه. آشنای دور، دوست، هیچی؟ هیچکی نداره یا تو نمیدونی؟ من نمیشناسمشون مامان. یه بار دیگه، بدون این که شوهرتو بشناسی باهاش ازدواج کردی؟ هیچ وقت نمیخوای آدم بشی. مامان من نخوابیدم، خیلی خستم، الانم وقت مناسبی واسه موعظه نیست، بهتره برم یکم استراحت کنم. واسه چی به هم زنگ میزنی؟ سلام، هم صحبتی با تو باعث افتخار ماتیاسه. راستش زنگ زدم که خبرهای جدیدو به هم بدی. خدای من، تو واقعا چقدر مهربونی. آره میدونم نمیخوای بهت زنگ بزنم، ولی باید از حال گونزالو با خبر میشدم. آره میدونم نباید دیشب میومدم خونت، متاسفم، ولی میخواستم ببینمت. ایوا میشه همدیگه رو ببینیم؟ باشه باید ببینمت. ایوا قطع نکن. ایوا پیلار، واسه چی داری گریه میکنی؟ خوشحالم که اینجای. راستش میخواستم بابت این که دیشب اومدی به هم گفتی گونزالو زنده است ازت تشکر کنم. پس واسه چی داری گریه میکنی؟ خب اگه نمیخوای تنها بری تو، من باهات میام، بیا بریم. نه، نمیخوام اوضاع از اینی که هست بدتر کنم. خودم سر فرصت میرم وقتی کسی پیشش نباشه، وقتی کسی ازم دل خوب نشه. ببین پیلار، ممکنه روانشناسی تو از من بهتر باشه، ولی اگه میخوای با کسی حرف بزنی، من آماده ی شنیدن حرفاتم. ببین میتونی رو من حساب کنی. بیا. آره خیلی خوب، فردا یه سر میام پیشت. باشه عالیه، گوش کن، بابت اطلاعاتت ممنون. خدافظ.
میدونی داشتم حسابای بانکی آقای رناتو رو چک میکردم، راستش اون میلیون ها دلار بیشتر از اونی که فکر میکردم داره. همه این سرمایه ها و بذار یادت بندازم که تو اومدی اینجا کار کنی، نه اینکه درباره ثروت رناتو کنده نظر بدی. تو همیشه به انوار رئیس دسترسی داشتی نه؟ نه منظورتو نمیفهمم. خب منظورم اینه که از وفاداریت تعجب میکنم، از صداقتت. منظورم اینه که به اون همه پول دسترسی داشته باشی و این ضرب المثل رو شنیدی که میگن پول فساد میاره؟ بعضی ها حاضرن واسه چند دلار آدم بکشن. مثل تو؟ من نه، من نمیتونم، ولی اگه یه هم دست داشته باشم. چرا؟ ببین اگه من یه شارلاتان بودم خیلی راحت‌تر این کارو میکردم. نگران نباش چون من اینطوری نیستم. خب اینم از اطلاعاتی که ازم خواسته بودی. آقای رناتو میتونم بیام تو؟ آره بیا تو نیبالدو. قربان میخواستم بگم دیشب وقتی پلیسا اینجا بودن و شما با آقای گونزالو رفته بودین بیمارستان، از هممون یه عالم سوال پرسیدن. آره میدونم. خب اونو چی ازت پرسیدن؟ خب پلیسا ازمون خواستن هر چیزی ها که قبل از تیراندازی شنیده یا دیده بودیم و بهشون بگیم. منم بهشون گفتم دیشب موقعی که اون اتفاق افتاد هیچ چیز عجیبی ندیدم و همه چی مثل همیشه بود، ولی این حقیقت نداره، چون من یه چیزی دیدم و شنیدم. قربان چیز خیلی مهمی هم هست. خب راستش اون موقع ترجیح دادم دهنمو بسته نگه دارم، چون فکر نمی‌کردم انقدر مهم باشه و ترسیده بودم. در ضمن نمی‌خواستم مشکلمونو از اونی که هست بزرگتر کنم، ولی با خودم فکر کردم و به این نتیجه رسیدم که باید یه نفر از تو جشن این کارو کرده باشه. کی میتونسته برقو قطع کنه و انقدر زود بدون اینکه کسی متوجه بشه خودشو برسونه به استودیوی ایگناسیا؟ امکان نداره. پس حتماً یکی از افراد تو خونه بوده، مطمئنم، باور کنی. میدونی نیبالدو، همه اینا رو که خودم هم میدونم. ببینم تو چی دیدی که نخواستی به پلیس بگی؟ درباره یه دعواست، یه دعوای خیلی شدید بین آقای گونزالو و خانم ایوا. حرف بزن نیبالدو، حرف بزن. داشتن بگو مگو میکردن، نمیدونم واسه چی. یه دفعه آقای گونزالو بهشون گفت که از چیزایی خبر داره که ممکنه به ضررشون باشه. بعدش هم بهشون گفتن که اون کیه که هر روز تو گوشه و کنار خونه دزدکی با تلفن باهاش حرف میزنن، و خانم ایوا جواب دادن اگه جرأت داری یه بار دیگه حرفتو تکرار کن تا تقاصه کارتو ببینی، من ازت نمیترسم. میکنم به حرفام گوش کنین، برین خونه، میدونین که به این زودی تموم نمیشه، یکم بخوابین، یه چیزی بخورین، بعدش هم اگه خواستین برگردین من اینجا هستم. میخوام پیش ایگناسیا بمونم، نمیخوام تنهاش بذارم. ولی خانم ایگناسیا که اینجا نیستن، شما میبینیشون؟ خب معلومه نه. پس برین خونه، من محض احتیاط موبایلمو روشن میذارم، نگران نباشین، برین پیش آقای رناتو بمونین. اگه تو رو نداشتیم چیکار میکردیم یولاندا؟ اون که معلومه، هیچ کار.
آقای رناتو، نمیخوام فکر کنین اینا رو بهتون میگم چون میخوام همه چیا بیشتر از اینی که هست به هم بریزم. چون خانم ایوا این حرفو با آقای گونزالو گفتن و دقیقاً بعدش هم بهش شلیک شد. تو دقیقاً مطمئن اون به ایوا گفت اون معشوقی ناشناس کیه؟ ایوا الان کجاست؟ نمیدونم، رفتن بیرون، نمیدونم. ممنون لیمارتا، میتونی بری. آقای رناتو، میدونین که برای هر کمکی که از دستم بر بیاد میتونین رو من حساب کنین. میدونم، ممنون. الو، بفرمی. الو، تو اعصابمو به هم نریختین از اینجا برید. جدا چی کار میخوای بکنی؟ هممونو به وزق تبدیل میکنی؟ یا کدو تنبل. شما ها احمقی، نمیدونین کیو دارین مسخره میکنین. همه ی اهالی محلی از دستت خسته شدن، همه میخوان از اینجا بری تا از دستت راحت بشن. جدا؟ اگه نرم چی؟ اگه نخوام از اینجا برم چی؟ ایگناسیو کوند اسپنسر، خوشحالم که اومدی. میخواستم بهت زنگ بزنم. ببینم با همسایه‌هات مشکل داریم؟ این مردم خیلی نادونن. چیزی که از درکشون خارجه رو رد میکنن. هر کسی یه سری افکار مسخره تو وجودش هست. حرف مردم هم برام اصلا مهم نیست. واسه چی میخواستی به هم زنگ بزنی؟ واسه چی دوباره اومدی اینجا؟ چون خیلی کنجکاو بودم که... آره، این من بودم که بهت زنگ میزدم و بهت اخطار میدادم. مارک داره در خونتو میزنه ایگناسیا، داره دنبالت میگرده. مارک همینجا بین ماست، میخواد جونتو بگیره. باید واسه نجات خودت یک کاری بکنی و من این کارو میکنم. ایگناسیا. نه، منم پیلار. پس ایگناسیا کجاست؟ میخوای بهش زنگ بزنم؟ مراقبش باش. بهش بگو مراقب خودش باشه. شده. واسه چی باید مراقب خودش باشه؟ اون تیراندازی به خاطر من نبود. میخواستن اونو بکشن. گلوله به طرف اون شلیک شده بود و من میخواستن ایگناسیا رو بکشن. داری میگی؟ گلوله به طرف ایگناسیا شلیک شده بود. میخواستن بکشنش. تو از کجا میدونی؟ پیلار، اینا بهش بگو، خواهش میکنم بهش بگو. باشه، حتما بهش میگم. نگران نباش گونزالو.
با خودش و خانوادش حرف میزنن، هیچ اتفاقی براش نمیفته. قول میدم. نگران نباش، نگران نباش، آروم باش، واسه ایگناسی اتفاقی نمیفته. قسم میخورم. پیلار، 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 خیلی ناراحتی. بگو ببینم اینجا چه غلطی میکنی؟ جواب بده. اومدی گونزالو رو ببینی؟ این گردن بند ازت محافظت میکنه. من نمیخوام هیچ اتفاقی برام بیفته. این گردن بند نیروهای منفی دور و براتو دفع میکنه. ولی آخه کی میخواد منو بکشه؟ یکی که خیلی بهت نزدیکه. آدولفو؟ اون؟ فردا برگرد، اینو از کارتا میپرسیم. میتونی بگی که کی داره به خانوادم صدمه میرسونه؟ آره. پس ازت خواهش میکنم همین الان به هم بگو، من خیلی نگرانه. آروم باش، فردا هر چیز به وقتش. حالا برو خونه، اون گردن بندو هیچ وقت از گردنت باز نکن. مرگ هیچ وقت شکست نمیخوره ولی عقب میفته. این کاریه که ما میکنیم، مرگو گول میزنیم تا به تعویق میفته. رفتی تو دیدیش؟ بس کن، نگران نباش، میتونی بهم بگی. واسه همین اومده بودی اینجا؟ ولم کن، ولم کن، باید برم خونه کنده ها، خیلی مهمه. تو جایی نمیری خاویر، تو نمیفهمی، مسئله این مرگ و زندگیه. این تویی که نمیفهمی، تو اونجا نمیری، تمام. سلام خانم پیلار. یولاندا، باید یا با ایگناسیو یا رناتو حرف بزنم. اونا اینجا؟ نه اینجا نیستن. بیا بریم. خدای من، باید با ایگناسیو حرف بزنم. ما میریم خونه. خدافظ. ولم کن. خاویر ولم کن، باید برم ماشینمو بیارم. خواهش میکنم ولم کن. بعدن یکی میفرستم دنبالش، بس کن. خاویر دستم درد گرفت، ولم کن. خاویر، خاویر، باید با ایگناسیو حرف بزنم. چرا نمیفهمی؟ گلوله که به گونزالو خورده واسه اسمشو نیار دیگه، اسمشو به زبون نیار. خفشو، خفشو. به نفته که دوباره اسم اون عوضی رو به زبون نیاری، فهمیدی؟ ببین، ببین، تو راه خونه دهنتو میبندی، دیگه نمیخوام چرندیاتتو بشنوم. و پیلار، نمیخوام بشنوم که متوجه نیستی. تو متوجه نیستی. ممنون که کارتتو بهم دادی. یادت باشه هیچ وقت اون گردن بند در نیاری، هیچ وقت. اگه اتفاقی یه دفعه شکست، بدو به یه جای دور فرار کن. واسه چی؟ چون معنیش اینه که مرگ خیلی بهت نزدیکه و قدرتش زیاده. میفهمی چی میگم؟ حالا برو، برو. خوشحالم که اینجایی. نمیخوام تو این خونه تنها باشم چون خیلی میترسم. چی شده؟ چیه؟ کجا داری میری؟
چی اومدی اینجا؟ از اینجا برو بیرون، از کارگاه من برو بیرون. ببین، میدونی مال کیه؟ اگه میدونی به هم بگو ایگناسیا. نمیخوام کسی ببینید. فکر میکردم از چیزی نمیترسی. احتیاط شرط عقله. بگو ایگناسیا، مطمئنم یادته این فندک برات آشناست؟ بازش کن، بازش کن. بذار ببینم. امیدوارم که ازش خوشت بیاد آدولفو. این عالیه. امیلیو کنده، میدونستم. چرا یه فندک؟ آدولفو که سیگاری نیست. آدم که از فندک فقط واسه سیگار کشیدن استفاده نمی کنه. در ضمن چیز خیلی قشنگیه. آره، هدیه معرکه یه. خیلی ممنون. خیلی خوب، یه هدیه به درد نخور. ولی خب هیچ وقت استفادهش نمی کنی. امشب ازش استفاده می کنی. دیدی؟ آره دیدی. این پیش من میمونه. به هم بگو فندک آدولفو اینجا چی کار میکرد. خواهش میکنم به کسی نگو. من ساکت نمیمونم ایگناسیا. تو تنها کسی هستی که میتونه به همون بگه وقتی بر رفته بود اینجا چه اتفاقی افتاده، ولی نمیخوای حرف بزنی. ایگناسیا چرا فندک آدولفو اینجا چی کار میکرد؟ نمیدونم. چرا ایگناسیا؟ نه صب کن. تو از اینجا نمیدونم. واسه گونزالو چه اتفاقی افتاد؟ چرا حرف نمیزنی؟ نمیدونم. ایگناسیا خواهش میکنم. خاویر باید همین الان برم خونه کنده. نه، تو جایی نمیری. اگه دیشب همونطور که بهت گفتم اینجا میموندی، من مطمئنم کسی نمیومد تو خونه و رو دیوارا چیزی نمینوشت. در ضمن اگه امروز نمیرفتی بیمارستان، منم مجبور نبودم. اون پیام واسه تو بود مگه نه؟ فکر میکنی من به گونزالو شلیک کردم؟ این چیزیه که میخوای بگی؟ حالا فکر میکنی با یه قاتل ازدواج کردی؟ نگرانیت واسه همینه نه؟ جواب بده، بگو کی گوشتو با این حرفا پر کرده؟ خواهرت یا خانواده کنده؟ بیدلیل که اونو رو دیوار ننوشتن. هرچی میخونی یا میشنوی و که نباید باور کنی. پیلار، به من نگاه کن. وقتی سوال داری به چشام نگاه کن. اینجان جوابایی که میخوای اینجان. نه پیلار، من به گونزالو شلیک نکردم. یکی برام پاپوش درست کرده. به کرن بگو یه ساندویچ واسم درست کنه، گرسنه‌ام. خواهش میکنم قبل اینکه بیای تو در بزن. من شماره کسی رو که مامان تلفنی باهاش حرف میزنه رو دارم. چی؟ چطوری پیداش کردی؟ از گوشیش برداشتم. شماره رو به اسم کسی ذخیره نکرده. انگار مامان نمیخواد کسی بفهمه شماره یکیه. اینها. اگه مردی که باهاش حرف میزنه همونی باشه که ما فکر میکنیم، این شماره تلفنه اون یکی داداش آدولفو و لئوناردوه. حالا باید چیکار کنیم؟ تو که گفتی سیگار نمی کشی؟
خب راستش هر از گاهی یه دونه تفریحی میکشم، چه اشکالی داره؟ اشکالش اینه که دوست ندارم دروغ بشنوم، دوست ندارم حس کنم مردی که باهاش ازدواج کردم و نمیشناسم. حالا چرا انقدر باهاش ور میری؟ ایگناسی انقدر ناراحت نباش، کل زندگیمونو وقت داریم تا هم دیگر رو بشناسیم. دیگه چه دروغایی به هم گفتی؟ من دروغ نمیگم. نه عزیزم، من دروغ نگفتم. قول میدم تا وقتی که مرگ ما رو از هم دیگه جدا نکرده دوستت داشته باشم و ازت حمایت کنم. حتما این کارو میکنم. ای دروغگو. فکر میکنی بتونی اسم کسی که سیم کارت به اسمش ثبت شده رو پیدا کنی؟ فکر کنم بتونم. شاید یکم وقت ببره، شایدم خیلی آسون باشه. درست با آسونیه این که به هم بگی دیشب تو دفتر بابا چی کار میکردی، واسه چی از در جلویی نیومدی، چرا دزدکی اومدی کی؟ بشین سر جات، خواهش میکنم کارولا. آره شروع کردم، میخوام بدونم اینجا چه خبره. وقتی اومدم تو داشتی گریه میکردی، خیلی ناراحت بودی، توضیح بده تا بفهمم چی شده. عذر میخوام که مزاحم شدم. ببینم شما میدونین مامانتون کجاست؟ نه بابا، چطور؟ چیزی شده؟ واسه مامان اتفاقی افتاده؟ چرا اینجوری نگاه میکنی؟ اگه میدونستم همچین آدمی هستی هیچ وقت نمیومدم سراغت. متاسفم، نمیدونم چی شده، تا حالا همچین اتفاقی نیفتاده بود. زن دیگه یه دوست داری؟ آره؟ واسه چی این سوالا میپرسی؟ چون همه یه مردا یه جورن، وقتی پای زن جدیدی در میون باشه علاقشونو به قبلی از دست میدن. نه اینطور نیست. از کی داری به هم دروغ میگی؟ همه یه چیزایی که به هم گفتی دروغ بودن. حتی به خودت زحمت ندادی به هم بگی کی کارتو با خاویر شروع کردی. خیلی ساده است. دو روز پیش فهمیدم تاجر مشهور آقای رناتو کنده دنباله یه وکیل میگرده که دستیار وکیل خصوصیش باشه. خب من رفتم خودم رو معرفی کردم و اون کارو گرفتم. میخواستم بهت نزدیک بشم، حقیقت همینه. میگی میخوای به هم نزدیک بشی، ولی وقتی تنهاییم حتی نمیتونی با شروع هیجان منو ببوسی. بهتره راستشو به هم بگی، نمیخوام وقتمو هدر بدم. دستت چی شده؟ وقتی منو از بیمارستان میکشیدی بیرون اینجوری شد. ببین چی کار کردم عزیزم. پیلار معذرت میخوام، خودت مجبورم کردی، نمیخواستم این کارو بکنم. خاویر باور کن، واقعا خاویر گوش کن ببین چی میگم. گلوله‌ای که به گونزالو خورده بود. پیلار دوباره شروع نکن، واسه چی همیشه باید درباره گونزالو حرف بزنم؟ خاویر اون گلوله طرف ایگناسیو شلیک شده بوده، میخواستن اونو بکشن. این چیزی بود که باید به کنده ها میگفتم. ایوا کجا بودی؟ یه خورده کار داشتم. این موقع شب؟ داری ازم بازجویی میکنی؟ میخوام بدونم اشکالی داره؟ تنها مشکلی که من میبینم اینه که دیر وقته و میز غذا هنوز آماده نیست. حالا اگه اجازه بدی. یولاندا؟ یولاندا؟ بناتو یه موضوع فوریه، باید با ات حرف بزنم.
اتفاقی افتاده؟ آره، راستش یه چیزی رو تازه فهمیدم. اونی که الان باید تو بیمارستان میبود یا میمرد ایگناسیا بوده، نه گونزالو. پیلار رفته بیمارستان گونزالو رو ببینم، اون گفته که گلوله به طرف اون شلیک نشده بوده. گونزالو از کجا فهمیده؟ شما میدونی؟ نمیدونم، این چیزیه که اون بهم گفته. چیز دیگه ای هم بهت گفت؟ مهم نیست که پیلار با گونزالو حرف زده یا نه، مهم اینه که اگه قرار بوده مقتول ایگناسیا باشه باید فوراً یه کاری بکنیم. ما نباید به خودش چیزی بگیم، با این کار فقط اونو میترسونیمش. بعدش باید با گونزالو حرف بزنیم تا چیزای بیشتری در این مورد بدیم. من این کارو میکنم. نه 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 نه، فردا صبح خودم باهاش حرف میزنم. بعدش خودم باید امنیت این خونه رو بیشتر کنی و یه راه محافظت از ایگناسیا پیدا کنی. باید جلوی هر خطر ممکنی رو بگیریم. باید در مورد همه چی تحقیق کنیم که مطمئن بشیم. خب نگران نباشید، من ترتیبشو میدم. فکر کنم هیچ وقت از استخدام کردنت پشیمون نمیشم. مگه نکاوی؟ خانم ایوا، یه لحظه وقت دارین؟ البته، چی شده؟ خیلی مراقب باشین. نبالدو هی دربارتون ازم سوال میکنه، چون یه چیزایی مشکوکی دیده. هنوز چیزی نمیدونه ولی خیلی کنجکاو شده و میخواد از همه چیز سر در بیاره. ببینم، تو مطمئنی؟ خب از رابطه عاشقانه‌تون خبر نداره، پس نگران نباشید. ولی اینو بهتون گفتم که یه خورده بیشتر محتاط باشید. ممنونم. لازم نیست ازم تشکر کنین، فقط خواهش میکنم مراقب باشید. میدونین که من همیشه تحت هر شرایطی بهتون وفادارم. نمیخوام واسه این خانواده اتفاق بد دیگه ای بیفته. اون به هم میگه کی این کارو کرده. اون میدونه، اون همه چیو میدونه. اون به هم میگه کی این کارو کرده. اون میدونه. اون میتونه همه چیو ببینه. پس لطفاً گوش کن لئوناردو، اگه بهم دروغ بگی اون بهم میگه. خب چون اون با کارتاش حرف میزنه و اونا بهش جواب میدن. کارتش اینجا پیشمه، بهم گفت فردا ببینمش. من از حقیقت با خبر میشم. من به زودی همه چیو درباره یادولفو میفهمم، چون اون زن بهم میگه. واسه شام نمیمونی؟ نه، میرم خونه گونزالو، اونجا حالا بهتر میشه. اینو یه جای امن بذار و وقتی فهمیدی اون سیمکارت به اسم چه کسی ثبت شده بهم خبر بده. گفتی کسی جواب نمیده؟ من زنگ زدم ولی قطع میکنه. منظورت چیه کارولا؟ باید زودتر اینو بهم میگفتی، اینطوری زحمتمون کمتر میشد. بذار زنگ بزنم ببینم مرده یا زن.
خب هممون میدونیم چی کار باید بکنیم، درسته؟ همین که با گونزالو حرف زدم بهتون میگم. ببخشید، یادتون نره که ایگناسیو نباید چیزی بفهمه. مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد. جواب بده. راستش نمیدونم چرا یه شماره ناشناس هی داره به هم زنگ میزنه، ولی خاموشش باشن. ادامه بدید. به نظرم فکر خوبیه با آوردن محافظه‌ای که گفتی واسه ایگناسیو بیاریم شروع میکنیم. مال اونه، خودشه.